حبیب ابن مظاهر آرزوشه، جزو آمالشه، پارکاب ابو عبدالله شمشیر زده، نسبش به نسب امیر المؤمنین و نوکری و شمشیر زدن پارکاب امیر المؤمنین میرسه. حبیب ابن مظاهر در اوج عظمت که حسین ابن علی انقدر دوستش داره یه قبر جدا تو کربلا براش گذاشت. همه این احوالات و این مقام رو این شهید دارد، اما در عالم رؤیا به اون عالم میفرماد که من آرزومه خدا به من عمری بده و زنده بشم و در مجلس ذکر مصائب حسین ابن علی حضور داشته باش. تو که بیشترین مقام رو دست پیدا کردی، بالاترین مقام رو داری، تو کربلا کنار ابا عبدالله جناتون تجری من تحت الانهاری، چرا قبطه میخوری که زنده بشی و در این محفلی که شما نشستید حضور داری؟ همین الان شما تو روضه اید، الظاهر چه میبینید؟ در و دیوار و ستون و سیستم و من و شما، علل باطن عجیب است. یک، ان الملائکه یتسابقون، ملائکه برای این جایی که من و شما نشستیم سبقت میگیرند. اگر چشممان مثل علما عرفا باز باشه ببینیم، میبینیم که فطرس میفرماد در خصائص الحسینی عاشق جعفر ششدری که عده‌ای از ملائک میان به زمین و عروج میکنن به آسمان. وقتی که برمیگردن به آسمان بوی عطر و نورانیت عجیبی دارن که تا قبل این رو نداشتن. سوال میکنن کجا رفتید؟ رفتیم به مجلس ذکر مصائب ابا عبدالله. اجازه دارم من بیام؟ باید از خدا رخصت بگیر. تا شروع میکنه به رخصت گرفتن خصائص مینویسه. هر ملک 70,000 سال خدا رو عبادت میکنه، یا در رکوع یا در سجود. بعد از 70,000 سال خدا بهش اجازه میده یه دونه یا حسین بکشه. دنیا این قابلیت رو داره که تو رو سبقت بده از حیوانات، از ملائک، از جنیان، از دیگر انسیان. به چه واسطه؟ به واسطه چنگ زدن به این حبل الله المتین، به دستگاه ابا. فلذا شما نگاه بکنید، دشمن بیشترین بودجه‌ای که خرج میکنه برای چیه؟ این که به قول خودشون دو تا بال رو از جوان شیعه بگیر، بال سرخ حسینی و بال سبز مهدوی. چون هر چی که بخواهند و نخواهند بنویسن و تومار بکنن برای زمین زدن جوان شیعه و این نظام، با یه محرم و یه اربعین هم از بین.